دوستان تا خانم آزاد اضافه بشن به لایو ما در واقع به پیوندن میتونید سوالات آشپزی مطرح بکنید. سلام سلام دوستان عزیز، مرسی آقا امین، ارادت داریم قربان، از قطر بله ارادت داریم. ما حتما برای چهارشنبه میکرد دوستامون از انگلیس میخواد یه آموزش بهتون بده. دوستان امشب حلوای عربی میخوام بهتون آموزش بدیم، ارادت جناب آقای عبادی بزرگوار. خب خانم منصور آزادم به ما اضافه شدن که من دعوت بکنم به کاری بکنه و همراهی و بتونیم یه کار خوب براتون امشب انجام بدیم. سلام خانم آزاد، شب شما بخیر. سلام علیکم، شب شما بخیر. عرض ارادت خدمت سلام. شما و همه دوستان که در لایو هستن، در خدمتون هستم. سلام، حالتون خوبه؟ بهتری؟ متشکرم. سلام، سلامت. خودتون رو معرفی میکنی سرکار خانم آزاد؟ من خانه‌دار هستم و علاقه من به آشپزی. از جوانی خیلی دوست داشتم کیک و شیرینی و غذای سنتی، هر چی که از دستم برمی اومد درست میکردم برای بچه ها، به خصوص که ما مدت های طولانی در خارج از کشوریم. بله. سعی میکنم خلاصه بچه ها با غذاهای ایرانی اونس داشته باشن. خیلی هم علاقه دارن به همه نوع غذای ایرانی. خیلی هم عالی. خواهش میکنم، ممکنه سوال دوستان باشه ما برای چی اینجا هستیم؟ ما برای تحصیل بچه ها اومدیم که در غربت نباشن. حدود 25 سال در فیلیپین هستیم. 7 ساله که من از سال 2013 توی اینستاگرام فعالم، البته خیلی وقتا غیر فعال می شدم به خاطر سفرهایی که داشتیم به کشور عزیزمون. بعد که عرض کنم خدمتون، اینستاگرام رو من بیشتر شرکت کردم به خاطر اینکه یه کمکی به جوونا کرده باشم، تجربیات خودم رو بهشون منتقل کنم و الحمدلله خیلی خوب بود، به خصوص همون اوایل خیلی ها خیلی ها همینطوری تو کامنت ها تو دایرکت می اومدن تشکر می کردن و احساس می کنم خونه هاشون با غذاهای ایرانی خیلی گرمتر میشه و امیدوارم که ادامه پیدا کنه. من بتونم خلاصه کمکی کرده باشم به همه عزیزانم، به خصوص جوانان و فرزندان خودم. خیلی هم عالی، خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما. البته دوستان عزیز، پیج خانم آزاد به نام آشپزی پررنگ لعاب اگه اشتباه نکنم درسته؟ بله، و واقعا هم آشپزیشون هم پررنگ لعاب. صفحه اینستاگرامش رو لطفا فالو کنید ببینید کارش فوق العاده عالیه. با اینکه خودشون فرمودن که ما 25 سال خارج از ایران داریم زندگی میکنیم، همچنان تمامی غذایی که داری در پستش میبینی همش در واقع ایرانیه یا به ذائقه ما ایرانی نزدیک هستش. در خدمتتون هستیم امشب، چی میخوای برامون درست بکنید؟ خواهش میکنم. من حلوای عربی رو تدارک دیدم، چون دوستانی که البته بگم اینم آقای حسینی بله خواهش میکنم، بله. ما اینجا یا کشور دیگه هم که بودیم، خب خیلی مراسمای مذهبی داشتیم و خانوما تقریبا خیلی از عهده بر نمی اومدن و از من میخواستن و شاید گاهی اوقات برای 500-600 نفر من قرمه سبزی قیمه، بله، برای مراسم های امام حسین، روز عید فطر و خلاص کلن مراسم محرم خیلی برنامه های خوبی داشتیم و دیگه توی غذای سنتی خیلی تسلط دارم. این حلوایی رو که شما امشب از من خواستین درست کنم، حلوای عربیه که اوایل من واقعا مدل عربی درست میکردم، چون فامیلای عرب داریم. بعد مدلی که من میبردم به مراسما، ازم میخواستن که مثلا یه مدلی درست بشه که خیلی کش نیاد،
شیرین نباشه. برای همین من کمی رسیپیشو عوض کردم. اگر که رسیپی کاملا عربی باشه، شکرش بیشتره، آبش کمتره. من اومدم بله. شکر رو کم کردم و آبو بیشتر کردم. برای همین خیلی با ذائقه ایرانی ها جوره. حالا ضمن این که درست میکنم میگم که حلوای عربی هم دقیقا چجوریه. خیلی هم عالی، خدا قوت در خدمتون. خواهش میکنم. من از شکر قهوه‌ای استفاده میکنم. البته وقتی میام ایران شکر قهوه‌ای خیلی خوب من پیدا نمیکردم، با شکر سفید درست میکردم، اونم به همین خوبی در میامد. فقط یک کمی این مزه کاراملی پیدا میکنه. اگر که دوستان بتونن شکر قهوه‌ای پیدا کنن که فبها، اگر نه با همین شکر سفید هم عالی میشه. فقط من این سه پیمونه میریزم، اما شکر سفید چون فشرده تر میشه 2.5 پیمونه بریزن خیلی بهتره. بله خیلی جلو خود عالی. دوستان بله پیمونه میکنم که کاملا متوجه باشم. خب دوستان پرسیدن پیج خانم آزاد چی هست؟ آشپزی پررنگ و لعاب. دوستان عزیز من این فیلم رو حتما سیو میکنم، این لایو رو، و بعد تگ میکنم تو استوری هم گذاشتم، میتونی حتما بری پیجشو بعدا ببینی و نگاه کنی و لذت ببری. خواهش میکنم. این 2 پیمانه؟ بله. اگر من قبلش پیمانه میکردم ممکنه برای بعضی سوال ایجاد میشد که واقعا 3 پیمانه است. ما خیلی عالیه، خیلی دقیقاً این کارو انجام بده. فوق العاده عالی داری این کارو انجام میدی که دوستان ببینن، اگه واقعا به گرمه گرمو ببینن، اگه با پیمانه پیمانه رو دقیقاً ببینن، خیلی بله. عالیه. بله. خدا خیرتون بده. خواهش می‌کنم. هر پیمانه رو که برای شکر استفاده می‌کنم، همون پیمانه رو هم برای آب، آرد و روغن، همه چیزایی که لازمه با همون پیمانه. بله. آبم جوش آوردم. به ازای 3 پیمانه شکر ما 2.5 پیمانه آب میریزیم. آب باید جوش باشه؟ نه من جوشوندمش که زودتر آماده بشه. بله. پس با آب سرد هم هیچ ایرادی نداره. نه خیر. این خیلی هم عالی. 2.5 پیمانه. بعد ما اینجا به جای اینکه 3 پیمانه آب بریزیم، نصفش رو گلاب بریزیم. یعنی در واقع 2.5 پیمانه آب، 1.5 پیمانه گلاب بهش اضافه میکنیم. پس دوستان عزیز در واقع 3 پیمانه شکر بود، به همون اندازه مایعات بهش اضافه شد که شد گلاب و آب. بله. خیلی هم عالی. بله. از قبل دم کردم. اینو الان میتونیم اضافه کنیم، بعدم میشه، ولی من الان اضافه میکنم که دیگه دوستان خیالشون راحت باشه. تقریبا اونم 1/4 اون لیوان بود، درسته؟ بله. بله. حلوا یه کمی وقتی آبش بیشتر باشه یه کمی سفت‌تر میشه، ولی تو بله. مزهش تأثیری نداره. زعفرون. بله. این زعفرون رو دم کرده بود. بله. یا این به محصه که شکرش آب شد حرارت رو خاموش میکنه دیگه، نیازی الان جسارتا شعله روشنه دیگه، درسته؟ بله شعله روشنه. بله. همین تازه روشن کرده. بله نشون بدم. بله خیلی عالی. خواهش میکنم. من اینجا اجاقمون برقیه، خیلی طول میکشه تا حلوا درست بشه، برای همین خواستم دیگه زیاد مزاحم دوستان نشم، زودتر حلوامون به ثمر برسه. برای همین بله. داشتم روی اجاق گازی و رو اوپن آشپز. این الان آقای حسینی عزیز میبینین که دیگه هیچ گونه شکری توش نیست.
بله حل کاملا حل شده. شد. بله بعد من یه سوال دارم خدمتون، شکر بله قهوه‌ای زودتر حل میشه تو آب تا شکر سفید، درسته؟ بله بله بعد شکرهای قهوه‌ای چند نوعه، البته اینو بهش میگن باشت شوگر، یعنی کمی رنگش روشن‌تره، ولی من از این قهوه‌ای پر رنگ استفاده میکنم که خیلی طعم خوبی به حلوا میده. دقیقا. آبلمه رو خدمتون بگم، حلوای عربی موادمون هر چقدر که باشه، ما بر اساس اون مواد قابلمه رو بزرگتر از حد ممکن میدیم، بله خاطر بله که خیلی بهتر عمل میاد. درست. یه پیمانه روغن مایه میرسیم، پیمانمون همون اندازه است. بله کره بدون نمک، نمیدونم تو ایران کره های نمکدار هست، چون یه بار من آموزش داده بودم یه آقای اومدن گفتن که کره بدون نمک از کجا پیدا کنیم، گفتم این تقریبا نصف پیمانه استاندارده. بله حدود کره 120 حیوانیه دیگه، درسته؟ بله بله بعد تا این گرم بشه ما مواد خشکمون رو آماده میکنیم. بله شیر خوش داریم استاد عزیز، آرد بله سفید یا آرد شیرینی که من همون بله آلپنخوز یا همه منظوره رو استفاده میکنم. بله آرد 1.5 پیمانه، بله اون نیم پیمانه رو نیم پیمانش نشاسته میخواد که همینجا من اضافه میکنم که دیگه بله کارمون راحت دوستان باشه. عزیز، دیگه وقتی با پیمانه درست میکنن دیگه نیازی به گرم نیسته. شما پیمانه ای که خانم آزاد محبت کردن به ما یاد دادن یه لیوانه، شما میتونید لیوانو بزرگتر انتخاب بکنید، میتونید کوچکتر، هیچ فرقی نمیکنه، فقط مهم پیمانه شما برای همه چیز یه ظرف انتخاب بکنید. بله هر پیمانه ای رو که انتخاب میکنم همه رو همون، ولی استاد دقیق. عزیز این پیمانه های من دقیقا اندازه پیمانه استاندارده، بله پیمانه خیلی کوچیکه. بله این شیر خشک که من از قبل پیمانه کردم که دیگه راحت بشم، شیر خشکش هم حتما باید شیر خشک قنادی باشه نه شیر بله خشک بله, بله. آموزش حلوای عربی یاد میدن دوستان عزیز، کسانی که تازه به لایو ما اضافه شدن، آموزش حلوای عربی توسط سرکار خانم استاد منصوره آزاد از کشور فیلیپین، حتی ایشون ایرانی هستن، هموطن ما هستن و توضیح دادن که تو فیلیپین چیکار میکنن و کارشون چیه، به خاطر تحصیلات بچه هاشون اونجا هستن و خب دیگه ایرانی و همه ما ایرانی هم عاشق غذای ایرانی و کار ایرانی هستیم. این تقریبا داغ شده بشماره. بله سه تا آب میزید، الان ممکنه یک کمی کارمون سخت باشه چون یک کمی سفت میشه. بله حرارت خورد یواش یواش خودش رو بینید. دوستان پرسیدن نشاسته چی؟ نشاسته ذرت دیگه، درسته؟ نشاسته ذرت و نشاسته گندم هم میشه استاد، اما بله. من اینجا نشاسته گندم نداریم، باید از نشاسته بله. ذرت استفاده کنیم. ذرت بله میشه. بله گندم هم میتونن پودرش کنن اون نشاسته های گلو و استفاده کنن. پرسیدن شیر خوش چقدر بود سرکار خانم آزاد؟ من دوباره میگم
یک و نیم پیمانه آرد، نصف پیمانه نشاسته و یک پیمانه شیر خشک. در اصل این خیلی فرمول آسونی داره، اگه بخوان بله. کنن راحته. یعنی آرد و نشاسته و شیر خشک که مواد خشکمونه میشه مجموعه سه پیمانه، شکرم سه پیمانه، آب و گلاب هم سه پیمانه. دقیقا دوستان، اینقدر بله اینقدر راحت و واضح و شفاف دارن توضیح میدن که واقعا یه مقدار اگر تمرکز داشته باشیم رو بحث آموزش میتونیم به راحتی همینجا یاد بگیریم، دیگه حتی نیازی به نوشتن نیست. معمولا دوستان میگفتن که ما تو خونه وقتی درست میکنیم مثل حلوای شما نمیشه. درست. من یه آموزشی چند وقت پیش گذاشتم و خیلی درست کرده بودن، یعنی آموزش همینجوری درست کرده بودن و اومده بودن همه تشکر میکردن میگفتن درست درمان. یکی از دوستانی که اینجا بودن قبلا ایرانی هم بودن، میگفتن حلوای من اصلا خوب نشده، همسرم خیلی پر زده که چرا اینطوری. بعد ازشون پرسیدم خب چیکار کردی؟ اینو مشخص شد که قابلمه شون کوچیک بوده. گفتم مشکل شما اینه، حتما دوستان از قابلمه بزرگ استفاده کنید، مانتابه استفاده نکنید، یه کمی سخت است برای هم زدن. اما بله مخصوصا زمانی که اون مایعات هم بهش اضافه کنی خود به خود میاد بالا، حجمش بله. بیشتر میشه. بله بله، حالا دختر من میخواد اینجا کمکم کنه، هنوز خسته خیلی هم نشدم. عالی. حالا دوستان عزیز، شما پرسیدی که زیرنویس بکنیم معادل لازم، حتما من از خانم آزاد خواهش میکنم که بعدا برای من بفرستن معادل لازمو که من سیو میکنم تو آی جی تی وی، مواد لازم هم اونجا براتون مینویسم که میتونی دقیقا تمام پیمانه ها بدونی چی به چیه. خیلی دیگه یه بار دیگه هم در واقع اون زیرم مینویسیم، یه بار دیگه هم فیلم خودتون نگاه کنید کاملا متوجه میشید چی به چیه. چند دقیقه باید تقریبا این کامل باید سرخ بشه دیگه، درسته؟ بله. حالا به مرحله که میرسه، اگر که دوستان مثلا دوست دارن حلوشون کم رنگ باشه زودتر برمیدارن، البته این الان هنوز خامه، بله یه کمی خوش رنگتر باید بشه، قهوه‌ای روشن. درست. تقریبا اون رنگی رو که ما میخوان، رنگ همین شکر قهوه‌ای که خدمتون نشون دادم. بله. اگر که تیره دوست داشته باشن بیشتر تفت میدن، همین دیگه، خیلی سخت نیست، فقط باید خوب دقت کنن که حلوای خوب و خوش رنگی داشته باشن. بعد پرسیدم بدون کرم میشه خود آرد رو تفت بدیم سرخ بکنیم؟ بدون کره، یعنی بدون کره و روغن؟ بله بدون کره و روغن خود آرد رو همینجوری سرخ اصلا بکنیم. خوب نمیشه استاد عزیز، اصلا خوب بله. نمیشه. بله. یعنی اون لطافتی رو که ما با کره و روغن به دست میاریم خوشگش دقیقا. خیلی از دوستان فامیل این کار کردن، گفتن این مدل حلوا رو مثلا ما نمیپسندیم، ما دوست داریم اول آرد و تفت بریم از خامی کامل در بیاد بعد روغن و کره بزن. متاسفانه به زحمت میفتن، گله گله میشه آرد، باید علک کنن، باید بکوبنش، خیلی سختی ها داره. این به قدری خوشمزه است، من ضمانت میکنم، گارانتی میکنم. بله صد در ما هم ضمانت میکنم، خواهش میکنم درست کنن و لذتش رو برن، چون هر کی خورده خیلی خوشش میاد. دست شما درد نکنه. خب دوستان عزیز، ما برای لایوامون معمولا 24 ساعت قبل داریم اطلاع رسانی میکنیم، رو استوری میذاریم، همین لایو هم ما گذاشتیم، همه لایوامون معمولا به جز خود من حدود 100 نفر از دوستان دیگه هم زحمت میکشن که لایو ما را، یعنی در واقع استوری ما را استوری میکنن. باورتون شاید نشه، ما حتما 24 ساعت قبل این کار رو انجام میدیم، شاید شما تازه متوجه شدید. دوست من خیالتون راحت باشه، ما از قبل اطلاع رسانی میکنیم. حلوا معمولا یه دستان توانا و بازوان قدرتمندی میخواد که نسوزه، ته نگیره. این حلوا رو حتما به خاطر اینکه شیر خوش داره، نشاسته داره، مرتب با بله. هم میزنن. اگر تو خانواده آقایون منزلن حتما کمک بگیرن، اگر نیستن از بچه ها کمک بگیرن.
من الان میتونم از آفش برمیام، ولی بچه ها حساسیت حلوا رو کاملا میدونن چه جوریه، برای همین میان کمک. درست، خیلی عالی. به به، چه حلوایی داره میشه. من فکر کنم اون نان پریشبو کم داره. بله این نان خیلی خوشمزه بود پریشبم. تو این مرحله استاد عزیز من دیگه بله قاشق چای خوری بهش هل اضافه میکنم، به خاطر بله اینکه عطرش از بین نره. من الان این هل اضافه کردم. خب دوستان این یه نکته خیلی مهمیه که هلو اگه از اولش بهش اضافه بکنی عطر و بوی هل از بین میره، حتما تقریبا آخرای کار باید این کار رو انجام بدید. بله این دیگه داره از خامی در میاد، یواش یواش بله داره نرم میشه و خودشو ول کرده، دیگه خیلی آسونه هم زدنش. حالا از این دوستان بله نرم میشه. بله آره دوستان پرسیدن مقدارو، میگم من حتما زیرنویس میکنم براتون دوستان عزیز. من دوباره میگم آره لایو که من سیو کردم حتما این کار رو انجام میدم، باز اونجا مینویسم. حالا خود خانم آزاد محبت میکنن بله. یه بار دیگه از اول توضیح میدم بهتون. فرمولش اگر حفظ کنم خیلی براشون راحته. 3 پیمانه شکر بود، اگر از شکر قهوه‌ای استفاده میکنن 3 پیمانه، اگر از شکر سفید استفاده میکنن 2.5 پیمانه، به خاطر اینکه شکر سفید نرمه فشرده میشه، اما شکر قهوه‌ای حالت پفکی میشه. این بهتره که اینو دقت کنم. 3 پیمانه شکر قهوه‌ای، 3 پیمانه آب که از این 3 پیمانه 2.5 آب و 1.5 پیمانه گلاب. بعد مواد خشکم 1.5 پیمانه آرد، 1.5 پیمانه نشاسته، حالا نشاسته ذرت یا نشاسته گندم، اگر نشاسته گندم حتما پودرش کنم بعد پیمانه کنم. شیر خشک قنادی 1 پیمانه، مجموعا میشه 3 پیمانه، یعنی همش 3 پیمانه. سه سه بله دقیقا، مایعات 3 بود، شکر 3 بود، مواد خشکم 3 بود. خیلی هم عالی. زعفرانم توی تقریبا 3-4 قاشق غذاخوری دم میکنم، 1 قاشق چایخوری یا نصف قاشق چایخوری بستگی به اقتصاد خانواده داره. بله بعد هلم 1 قاشق چایخوری کافیه. اواخر سرخ کردن توی آردش میریزیم که عطر و بوی هل توی آرد بمونه. دوستان نگاه کنیم چقدر داره، ما اینجا داریم متوجه میشیم که چه لطافتی داره به خودش میگیره این حلوا. این خیلی مهمه، قشنگ همه مواد یک نواخت یک دست و کاملا براق و لطیف شده. خیلی از دوستان حلوای رنگ روشن دوست دارن که تو همین مرحله میشه شربتشو بریزن، اما اگر که خوش رنگتر میخوان یه کمی ادامه بدم، اگه تیره میخوان که قشنگ بسوزونانشو شهدش رو اضافه کنم. خیلی الان ساعت چنده تو فیلیپین خانم آزاد؟ ما ساعت موسه نیمه شب یک شنبه است، 3.5 ساعت با ایران ما تفاوت ساعت دقیقا ما اینجا 11:30. بله ببخشید دیگه ما باعث خوابتونم شدیم دیگه. اختیار داریم، ما هنوز عادت ماه مبارک رو داریم، دوران قرنطینه هم که خیلی خواب و زندگی همه به هم ریخته. از قرنطینه فیلیپین هم براتون بگم. برسیم فیلیپین، هنوز در قرنطینه ایم. از زمانی که اینجا 3-4 تا بیمار کرونایی پیدا شد، به شدت دولت اعلام قرنطینه کرد. خیلی خیلی ملاحظه کردن
مترو، اتوبوس، تاکسی، هواپیما، کشتی، همه چی تعطیل شد. درست. یعنی دیگه هیچی تو شهر نیست، شهر خالی، واقعا خالی. این کشوری که انقدر پر جمعیت و خلاصه همیشه وقتی از صابون عبور میخواستم بکنم، دادم احساس میکرد که دیگه تظاهرات راه پیماییه، اما الان خالی خالی. ولی خب به خاطر اینکه کشور خیلی ثروتمندی نیست، از پس فردا دیگه اعلام کردن با توجه به اون فاصله اجتماعی رو بخوان رعایت کنن بیان. ولی خب هنوز تو مالا، تو فروشگاه بزرگ اجازه نمیدن که بچه های زیر 20 سال و افراد بالای 60 سال بیان. خب دوستان نگاه کنی، اصلا قشن لطافت و اینجا ما میتونیم احساس بکنیم. دیگه حلوا کاملا، حالا هر چقدر اینو من شعله رو خاموش میکنم و تکونش میدم. عجب چیزی شده واقعا، دست در نکنه. عالی. این مرحله که میرسه دیگه میگم مدل گهواره‌ای. حالا بیشتر که تکونش بدی به روغن میافتی و براق میشه کاملا. بعد ما هم حلوا درست میکنیم دوستان، یاد بگیریم. اختیار داریم. این حلوا دو تا بشقاب تقریبا بزرگ حلوا میده. بله. بله دوستان، خیالتون راحت باشه، من سیوش میکنم و تو آی جی تی وی میمونه. حتما مواد لازم من زیر پیج حتما زیرنویس میکنم که پیمانه به پیمانه توضیح میدم خدمت. بله. من معمولا با همین قاشقای سیلیکونی کار میکنم. بله. به خصوص که قابلمه های تفلون ممکن خراب بشه حتی با قاشق چوبی. اگر از قابلمه های معمولی تر استفاده میکنن دوستان، اشکال نداره با قاشق چوبی استفاده کنن. اگر نه، ما قابلمه هامون حتی گاهی 20 سال هم سالم میمونه. بله اینا خیلی خوبه. ما تو ایران به اینا میگیم لیسک بهش میگن دوستان. بله. و فوق العاده عالیه، دقیقا عمر قابلمه و ظرف ظروف رو خیلی زیاد میکنه، کار کردنم باش خیلی راحته. بله اینه دیزاین حلوارم. حالا من خیلی ساده دارم انجام میدم، میتونن از قالبای گل، از هرچی که دوست دارن استفاده کنن. ولی این مدل دیگه مدل هیئتی با همین سیلیکونا به راحتی، اینقدر نرم و لطیفه، جاتون خالی. همه دوستان به خصوص شما استاد عزیز، خواهش میکنم. اختیار دارید. یه جوری بود که میشد براتون پستش کنیم. حالا انشالله اومدی تهران، حتما ما دعوتتون میکنیم یه بار تو خونه، حتما اینجا با خانواده تشریف بیاریم و در خدمتتون باشیم. یه بار دیگه اینجا برامون درست میکنید انشالله. اگر استاد عزیز شما تشریف بیارید فیلیپین، اینجا کشور بدی نیست، کشور خوبیه. انشالله که هر چه زودتر این مریضی تموم بشه. انشالله انشالله. جزایر خیلی زیبایی داره فیلیپین، میتونین تشریف بیاریم و لذت خاصه زیبایی های خلقت رو ببینیم. خیلی هم من جسارتن یه سوال، حالا شما کجای ایران هستی خانم آزاد؟ ما الان دیگه تقریبا قلب تهرانی، یعنی من میرم خونه بچه ها. بله. بله فردوس هستن و شهران، قلب تهران. یعنی در واقع تهرانی هستی دیگه؟ بله ما تهرانی. بله. هستیم. بله. ولی دوستان بگم اگر یه وقتی دوستانی که خارج از کشورن نیاز بود که این حلوا رو خلاصه سیو داشته باشن، من به تازگی کانال یوتیوب زدم، اونجا میتونن به اسم شفت منصوره
برن و سرچ کنن حلوای عربی رو، میتونن ببینن و حتما برای من بفرست که من برات استوری بکنم که دوستان حتما بیان نگاه کنن. حتما چشم، حتما. دست شما درد نکنه، اینو چقدر خوب شده، چقدر عالی. خواهش میکنم با پودر پسته، با خود خلال پسته، با دوم، هر چی که دوست دارم میتونن تزیین کنن و نوشه جان کنن. من برای اینکه وقتتون گرفته نشه دیگه مزاحم نمیشم. خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه. به خانواده محترم هم سلام برسونید. اگر نکات پایانی چیزی هست که ما در خدمتون هستیم. خواهش میکنم. والا فکر میکنم همه نکات گفتم. اگر که بازم نیاز هست دوباره بگم برای دوستان جدیدیه. ممنون میشه اگه یه بار دیگه. خواهش میکنم. مواد خشک حلوا، 1.5 پیمانه آرد، 1/2 پیمانه نشاسته و 1 پیمانه شیر خشک. بله. برای شهدش 3 پیمانه شکر، اگر شکر قهوه‌ای باشه، اگر شکر سفید 2.5 پیمانه، به خاطر اینکه خیلی شیرین نشه. بله. 3 پیمانم آبی که از این 3 پیمانه نصفشو گلاب میزنیم. 1 قاشق چای خوری زعفران دم کرده و 1 قاشق چای خوری هل. هل هم اواخر تفت دادن آرد و روغن میریزیم که عطر هل توش بمونه. بعد در مورد اینکه اینو چجوری درستش کنن که یه حلوای کشدار بشه مثل حلوای عربی، دستور اصلیش 3 3/4 پیمانه شکره، 2.5 پیمانه آبه، آب و گلاب با هم، یعنی آب کمتر بشه شکر زیاد، کش میاد و حالت شکلاتی پیدا میکنه. اما این بازاره ما ایرانی ها بیشتر جوره. خیلی هم عالی، خدا خیرتون بده، خستم نباشی، دست شما درد نکنه. به خانواده محترم هم سلام برسونید. خیلی لطف کردید، تنتون سالم باشه انشالله. مرسی، متشکرم، لذت میبریم از آموزشاتون. خیلی ممنون، سلامت لطف میکنین هر روز، سلامت آموزش قشنگ و خوب. خیلی ممنون از شما، سلامت باشی، متشکرم، خواهش میکنم. خدا نگهدار. مرسی، شب خوبی داشته باشی. خدا حافظ شما. متشکرم. خدا حافظ. خواهش میکنم. خدا حافظ. خب دوستان عزیز، من یه بار دیگه سلام و عرض ادب